چطور هستین؟ خوب هستین؟ صحتمند هستین؟ انشالله هر کجایی که هستین صحتمند و سر حال باشین. آمدیم به جایی که بیروبار است. همگی اینجا جمع شدن. همگی میخواین امروز جشن بگیرن و لذت ببرن و همچنان از غذای متنوع اینجا بخورن و نوشجان کنن و لحظاتشون خوب سپری کنن. شاید برتان سوال خلق شده باشه که این سیبک سبز چی است دست ما؟ ما آمدیم به جشنواره خیلی بزرگ، به فستیوال خیلی بزرگ که سالانه برگزار میشه و این جشنواره‌ش هم 38مین جشنواره گرنی اسمیت هست، یعنی خانواده اسمیت، مادر کلانشان که خانواده اسمیت هستن. این مسئله برمیگرده به 38 سال پیش که در این منطقه سیب سبز نبوده، یعنی اولین بار یک خانم پیری، یک مادر کلان یک خانواده در باغچه‌گک خانه خودش یک بوتگک درخت سیب سبز کشت میکنه و او پرورش میکنه و همون سیب سبز دیگر رشد میکنه و او را میاره و فامیل خود و میگه من این سیب سبز رشد دادم در باغچه خود. و بعد از او هر سال این جشنواره برگزار میشه که امروز ما آمدیم در این جشنواره، در این فستیوال و میخواییم ببینیم که در اینجا چی گپ هاست و چی برنامه های برگزار میشه، چون خرد و کلان و پیر و جوان همگی اینجا آمدن و میخواییم لحظاتشون را خوب سپری کنن. بریم ببینیم در گرنی اسمیت امروز چی گپ هاست. این سیبک سبزم کدومه میباشه و در موردش حتما گپ و گفتایی هم میداشته باشیم همراه کسایی که در اینجا حضور دارن، بخصوص خانواده اسمیت. بریم ببینیم. شما میبینین که چقدر لباسای مقبول کسایی که در اینجا برنامه دارن و برنامه میخواین اجرا کنن، لباسای همو کشور خودشان، همو لباس سنتی خودشان میپوشن و در اینجا برنامه برگزار میکنن. این انواع و اقسام برنامه های متعدد از قدیم و تا حال در اینجا برگزار میشه و جشنواره یا همو فستیوال خیلی بزرگی است که از هر کشور در اینجا وقتی اقامت دارن زندگی میکنن در اینجا برنامه متنوع خودشان میداشته باشن. در منطقه که همین لازمه هست، منطقه استوود هست که البته در این منطقه استوود برای بار اول سیب سبز کشت شده و همچنان اون مادر کلان در باغچه خود کشت کرده و آورده به فامیل اسمیت نشان داده، فامیل خودش، که حالا هر سال جشنواره برگزار میشه. و البته در شروع برنامه هم گفتم خواستم دوباره یک معلومات داشته باشم که حالا نگوید تو، یعنی در بسته استرالیا سیب سبز نبوده. نه خیر، در این منطقه استوود سیب سبز نبوده. و این جالب است واقعا که اینا پشت یک موضوع که شاید بر ما خیلی عادی باشه پشت این موضوع میگردن و بر خودشان میخواین یک تنوع ایجاد کنن، یعنی یک بهانه بر خوشحال بودن و دور هم بودن خودشان ایجاد میکنه که مثل این سیب سبز که حالا به خاطر یک سیب سبز قدر یک فستیوال کلان اینا ایجاد میکنن. او طرف ها میرم حتما تصاویر بسیار مقبول برتان برمایش میگذارم، شما هم لذت ببرین در کنار برنامه خودتان. Festival is all about apples, really. There was this area was many years ago was a farming area, like a market gardens and farming. And very early on, an old lady accidentally developed an apple, a variety of apple, which is this green apple that you'll see everywhere. And her family were here today. They come to the parade every single year.
And we have upwards of 90,000 people that come along to this parade from all over Sydney and all over New South Wales, because it goes from 9 in the morning until 8 o'clock at night. So there'll be fireworks later tonight, lots of music, and there's lots of different stalls. You'll see lots of different community stalls. So we've got sustainability stalls, there's beekeepers, there's, you know, all the local community services, and lots of opportunities for people to perform from all different cultures. And you would have seen them, all the different cultures represented in our parade. So it's a very special parade for us. جشنواره حتی برای اطفال هم فکر کرده، یعنی جای مخصوص و مقبول و زیبا را به اطفال هم در نظر گرفته که والدین دیگه طفلکای بسیار خردشان هم میاره تا سن 9 سال 10 سال 11 12 ساله را میارن به این مکان و بازی های خیلی خوبی را برای اطفال در نظر گرفته که هوش و ذکاوت اطفال خودشان هم میسنجن و همچنان ساعت طفلکایشان تیر است اینجا و شما ببینید چقدر تعداد زیاد در اینجا حضور دارم. امیدوار هستم از اینکه تا این لحظه در کنار برنامه ما بودین، لحظات خوبی را سپری کرده باشین. اینجا پر از گپ هست، پر از قصه هست، پر از نمایش‌های چی میگن رنگارنگ هست. مقبولیت خیلی زیاد خودش داره که در ادامه هم بر شما ایزان به نمایش میگذاریم و از همه مهمتر این مسیر هم میرم در آخرای مسیر میگن خانواده اسمیت، یعنی گرانی اسمیت، همین جشنواره که امروز برگزار شده نسل‌های بعدیش، یعنی نسل‌های نوش آمدن، این از وقتا نبوده عالمی جوانایشان آمده و از امو یک دو نفر جوانش هست میگه یکشان سن سال بالا داره، از هم وقتا هستن آمدن، میخواییم بریم اونا را پیدا کنیم و همراهشان گپ سخن داشته باشیم و ببینیم که نظر اونا در ارتباط به همین جشنواره یا همین فستیوال گرنی اسمیت چی هست، چرا که خانواده اسمیت هستن و درباره سیب سبز چی گفتنی دارن و یکی پلانهایشان چی هست و در آینده میخواینی جشنواره را چگونه اونا برنامه و پلان داشته باشن، صحبتهایشون هم میخواییم که ما داشته باشیم، چون ما واقعا خیلی شوق دارم و علاقه من به این هستم که بفهمم واقعا تاریخچه این فستیوال چی هست و اونا چی گپهایی دارن و پلانهای بعدشان چی هست. آیسته آیسته میریم و مترف و جای دیدنی هم بر شما ایزان و نمایش میگذاریم. My father Michael Gord and my brother Andrew Gord, and we're descendants of the Granny Smith. Granny Smith, or Maria Ann Smith, was born to Richard and Ann Smith, and they came out from England in the late 1780s, early 1800s. They were given, or well, they had a farm up in Eastwood and grew apples and things and other fruit for the colony. And there was some seeds which were tossed out and grew into a tree down near the creek and up that way. And it turned out to be these a hybrid green apple, which was really good for cooking. Chuck the seeds near the creek. Oh, surprise tree. My mother was involved with the committees, with organising the... Definitely to pass along the history, to keep it. So my grandmother passed all of the artefacts and the history to me, and I'm going to pass that down to my nieces and nephews and keep doing the line, keep coming to the parade, and hopefully next year we can display a whole bunch of family history for everyone else to see.
و جاهای بسیار مقبولی را دیدم، خیلی ها را دیدم، همراهشان گپ زدم، قصه کردم و فستیوال گرانی اسمیت هم کم کم دیگه خلاص میشه، یعنی رو به ختم هست و همگی طرف خانه خود روانه هستن. ما هم دیگه بریم طرف خانه خود. بخیر، شما هم برین و متوجه خودتان باشین، صدمندی خودتان را حفظ کنین و لحظات خوبی را سپری کنین و بخندین و شاد باشین. لبخند در زندگی همیشه واقعا خوشبختی را میاره و محبت را هیچ وقت فراموش نکنین. این بود برنامه گرانی اسمیت ما، فستیوال گرانی اسمیت که امروز تقدیم شما ایزان کردیم و خواستم که امروز هم در لحظات خوشم شما ایزان را شریک بسازم. برنامه بعدی ما را فراموش نکنین. وقت لحظات بخیر داشته باشین. خدافظ تا برنامه بعدی.